سلام، تغذیه سالم چیست؟ رژیم غذایی سالم شامل چی خوراکی ها می شود؟ یکی از اساسی ترین مواردی که به سلامتی جسم و نیز رشد بدن کمک می کند تغذیه سالم و صحیح است. این روزها همه به دنبال داشتن زندگی بهتر و افزایش کیفیت آن هستند. برای داشتن یک بدن سالم باید یک سری مواد غذایی ضروری را حتما مصرف کنیم و در مقابل مصرف مواد غذایی بی ارزش را به حد اقل برسانیم. در این برنامه قصد داریم در همین زمینه به شما کمک کنیم. پس اگر به بدن و کیفیت زندگی خود اهمیت می دهید با ما همراه باشید. اما قبل از آن چینل ما را سابسکرایب نموده و زنگوله را فشار دهید، لایک و کامنت بگذارید. رژیم غذایی سالم رژیمی است که حاوی مواد مغذی لازم برای درست کار کردن بدن هست. برای داشتن تغذیه مناسب باید بیشتر کالری روزانه خود را از مواد مثل میوه های تازه، سبزیجات تازه، غلات کامل، حبوبات، آجیل، پروتئین بدون چربی. کالری چیست؟ میزان کالری یا غذایی به معنی میزان انرژی ذخیره شده در آن است. بدن شما از کالری برای راه رفتن، فکر کردن، نفس کشیدن و کارهای دیگر استفاده می کند. هر کس برای حفظ وزن خود نیاز دارد که روزانه حداقل 2000 کالری دریافت کند. البته میزان دقیق کالری مورد نیاز هر کس به سن، جنسیت و فعالیت بدنی بستگی دارد. معمولا مردان نسبت به زنان و کسانی که ورزش می کنند هم نسبت به بقیه به کالری بیشتر نیاز دارند. میزان کالری مصرف از اهمیت زیادی برخوردار است. باید مصرف مواد بی کالری یا موادی که ارزش غذایی کم دارند مثل قندها و چربی های جامد را به حد اقل رساند. چطور رژیم غذایی سالم داشته باشیم؟ هسته رژیم غذایی مناسب را مواد تشکیل می دهد که قند و چربی کمتر دارند ولی سرشار از ویتامین، مواد معدنی و مواد مغذی دیگرند. میوه ها علاوه بر این که فایده زیادی برای بدن دارند، جزو تناقلات خوشمزه هم هستند. سعی کنید همیشه میوه های فصل را بخورید چون تازه هستند و فایده بیشتری دارند. سبزیجات منبع اصلی ویتامین و مواد معدنی هستند. به طور کلی می توان گفت که سبزیجاتی که برگ تیره دارند مثل پالک، کرم، فاسیلیا، کرم بروکلی و برگ لبلبو مغذی تر هستند و در هر وعده غذایی می توانید از آنها استفاده کنید. غلات امروز آرد سفید بیشتر از غلات دیگر مورد استفاده است. متاسفانه آرد سفید تصفیه شده ارزش غذایی زیادی ندارد. بنابراین بهتر است به جای آرد سفید از غلات سبوسدار استفاده کنید. پروتئین گوشت و لوبیا منبع اصلی پروتئین هستند. پروتئین ماده ضروری برای رشد مغز و عضلات است. از گزینه های خوبی برای دریافت پروتئین می توان به گوشت های کم چربی مثل مرغ و ماهی اشاره کرد. برای کم کردن میزان چربی و کلسترول گوشت می توان پوست و چربی های آن را جدا کرده و نوش جان کنید. از منبع دیگر پروتئین می توان با فیبر حدث، لوبیا، مطر، بادام، دانه های آفتاب پرست و چهارمغز اشاره کرد. محصولات مبتنی بر سویا هم منبع خوبی برای پروتئین و جایگزین های سالم برای گوشت هستند. لبنیات محصولات لبنی حاوی کلسیم، ویتامین دی و مواد مغذی و حیاتی دیگری هستند. البته این محصولات چربی زیادی هم دارند. بنابراین بهتر است از ماست و شیرهای کم چرب و بدون چربی استفاده کنید. روغن باید به میزان کم مصرف شود و بهتر است چربی و قند کم داشته باشد. می توان به جای روغن‌های گیاهی چرب از روغن زیتون استفاده کنید. بهتر است غذاهای سرخ کردنی کمتر مصرف کنید
چون فاقد ارزش غذایی و جزو غذاهای کالری خالی هستند. 7 توصیه برای داشتن یک غذای سالم. این 7 نکته علمی اصول اولیه تغذیه سالم را شامل می شود و می توان در انتخاب غذای سالمتر به شما کمک کنند. میوه و سبزیجات زیاد بخورید و نوشجان کنید. ماهی حداقل هفته یک بار نوشجان کنید. میزان مصرف چربی اشباع و شکر را کاهش دهید. چربی اشباع در بسیاری از مواد غذایی یافت می شود، مانند چربی گوشت، سوسیس، مسکن، پنیر سخت، قیماق، کیک و کلچه، بیسکیت. شکر مصرف روزانه و مرتب مواد غذایی و نوشیدنی های حاوی قند زیاد خطر چاقی و پوسیدگی دندان را افزایش می دهد. نوشیدنی های شیرین گازدار، غلات شیرین صبحانه، کیک، بیسکیت، شیرینی ها، چاکلیت ها، نوشیدنی های الکلی. نمک، نمک کمتر بخورید. بیش از 6 گرم در روز برای بزرگسالان مناسب نیست. خوردن نمک زیاد می تواند فشار خون شما را بالا ببرد. افراد دارای فشار خون بالا احتمال ابتلا به بیماری های قلبی و یا سکته مغزی را دارند. فعال باشید و وزن خود را حفظ کنید. حداقل روزانه نیم ساعت ورزش کنید. تشنه نمانید. برای جلوگیری از کم آبی بدن باید مایعات زیادی بنوشید. توصیه می شود که روزانه 6 تا 8 گلاس مایعات نوشیده شود. این میزان علاوه بر مایعاتی که در زمان خوردن غذا دریافت می کنید. صبحانه را حذف نکنید. آیا صبحانه مفید است؟ برخی از افراد از صبحانه صرف نظر می کند، چرا که فکر می کند این عمل با کاهش وزن آنها کمک می کند. بهترین وعده غذا صبحانه است. اگر می خواهید که یک بدن سالم داشته باشید، صبحانه میل کنید. و برای کم کردن وزن و برای تقویت حافظه و سلامتی بدن بسیار بسیار مفید است. تشکر از شما که تا آخر ویدیو ما را همراهی کردید. اگر نظریات، پیشنهادات یا سوالی دارید، لطفا بر ما کامنت بزنید. حتما لایک و سابسکرایب یادتان نره. خدا یار و نگهدارتان.